از جهانگیر سی و یک ساله که سالها در کابل شغل رانندگی تاکسی را به خاطر پیدا کردن لقمنان به اولادهایش به پیش می برد سه دختر و سه پسر خردسال باقی مانده است فرشته شش ماهه از کوچکترین جگرگوشه جهانگیر است که نمیداند دیگر در آغوش پر از مهر و عطوفت پدرش قرار نخواهد گرفت. حامد یکی از پسران خردسال جهانگیر که میخواست درباره پدرش حرفی به ما بزند با گلوی پر از درد و چشمان گریان گفت ما از مکتب میمدیم پدر ما پدرمو. درد محرومیت از آغوش و مهربانی پدر نگذاشت تا حامد بیش از این حرف بر زبان بیاورد جهانگیر باشنده اصلی ولایت لوگر که از سالها به این سو در کابل به خاطر پیدا کردن لقمنان حلال به اولادهای شغل رانندگی را به پیش می برد صبح روز دوشنبه در تصادم موتر اقبال صافی وکیل مردم کاپیسا در ولیسی جرگه با موترش در سرک دهمزنگ کابل شد. خالد پسر کلان این راننده ای تاکسی تاکید می کند که قاتل پدرش باید محاکمه شود. ما پدر ما می این ظلم است که چی این چی است که افغانستان این چی نیست قانون نیست که بخید ایت روحلا یکی از برادران جهانگیر هم تاکید دارد که باید عدالت تمین گردد و قاتلین برادرش مجازات شوند او همچنان میگوید که نهایت تلاش خواهد کرد تا تمامی نیازمندی های برادرزاده های خود را برآورده سازد اما می گوید میگوید میداند که هرگز موفق به این کار نخواهد شد اینجا یک اولادک کجا کا از پدر زیاد پدر همچنان گفت که اخیرا برادرش جهانگیر از شغل تکسیرانی خسته شده و میخواست که با فروش موترش دکانداری کند و رزق حلال به اولادهایش بیاورد اما امور با وی وفا نکرد نادیده گرفتن قوانین و به احتیاطی در جریان رانندگی از سوی عده از مسئولان دولتی باعث می شود که همه ساله در افغانستان همانند خانواده جهانگیر انسانهای زیاد با از دست دادن برخی نزدیکانشان در ماتم بنشینند. هیچ معلوم نیست که چه زمان زورگویی و غریب سیتیزی از سوی برخی از مقامات و مسئولان دولتی در افغانستان خاتمه خواهد یافت.